لودیتی های گل گلاب، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یه اپیزود درفتی دیگه با حضور گلگوهر آقا میلاد بزرگی از وایکینگ های قدیمی این مرز و بوم هستن و گزارشگری سنگین وزن عموپژمان. اینقدر سری پیش عموپژمان سنگین گزارش کرد، یه زنگ زد به خود ما، به لودی گفتش که من برای نسخه فیفا 23 میخوام از پژمان دعوت بکنم برای ورژن گزارشگر ایرانی. ما تیم ملی ایران نداریم، تیم ملی باشگاه ایران نداریم تو بازی، ولی میخوایم گزارشگر ایرانی میخوان استفاده بکنم، به خاطر اینکه میخوان بازیشون فروش بالاتر بده و پوستر اول بازی دیگه به جای کریستیانو رونالدو و مسی و امباپه و دندون اینا عموپژمان، مخصوصا واسه مود جام جهانی، واسه مود جام جهانی به ویژه دوباره ما جام جهانی قطر رو با ما، جام جهانی قطر با پژمان باشید. امروز اومدیم آقا یه درفت دیگه بریم. سری پیش قشنگ ما رو سلفیدن، دوباره از عمو میلاد دعوت کردیم که بیاد اکانتشو، خودشو، کویناشو، همه رو هر چی داره رو می‌خوایم استفاده کنیم، در اختیار لودیت قرار بده. بله ما این ببین بچهای لودیت اینجوری هم صداقا کف دست یه مود شما بکن، من می‌خوام استفاده کنم. آره ببین برو بریم. خب برعکس اومدیم سری وارد بازی بشیم، می‌خوایم درفت بازی کنیم، می‌خوایم همدیگه رو راضی کنیم. بریم ببینیم چه خبره. بابا این سری دیگه ترکیبی که من دوست دارم 4-3-3 فرمیشن مورد علاقه من فیفا 18 4-3-2-1. آره یادمه، راست یاد یه مدت هممون بازی می‌کردیم از فیفا 18 بازی می‌کردیم. آره ولی دیگه اینجا فیفا 22 همین دیگه 4-3-3 هولدینگ هم هست. کلا خوبه. اون هولدینگ چیه؟ ریزآبادیه اگه که سمیرا میاد می‌کشه. الان باشه. الان عارف الف بهتره یا RWLW؟ اتکر رو که برنده وسطش خیلی بده. R2 و R1 رو اگه با هم بزنی اون بهتر میشه. فکر کنم 4-3-2-1 بهتر باشه. اون دیگه هر بزنیم سگ خورد بریم. بزنیم سگ خورد. تا 4-1-2-1 اینو چرخوندم تا کاپیتان بیاد. خب برو بریم. برونو ریوالدو. آقا دیگه آیکون اومده. برونو بیشترین پیس این سینیه. قانون آیکونمون رو داشته باشیم دیگه. ریوالدو قانون آیکون داریم. آره بابا یادم نبود. یک نه اشکال نداره، اینو هضم نکن. یه قانونی بچا توی اپیزودهای همون 40 سال پیشی که دیدین از درفت قبلی عموزن اضافه کردش اون وسط، آیکون بیاد یک چلسی هم اگر باشه مثلا میتونه 10-1 بزنه بقیه رو. آره اون اپیزود قبلی ایوان چیز داد، اریک دایر رو اینا داد واسه 7 پشتمون بس. آره خب بریم میسید. آقا الان تو ریوازه چند قیافه‌شو یادم من میزنم بعد. آره اصلا همین الان دیدم نوستالم جی شد. حالا بزن هرچی عموپژمان بگه. خصوص دیپای نه برو کم تاین دفاع نه. خب دو تا بدام میتروویچ و آخوره دوباره شروع شد. همونطور که میبینین مو در کله اینا قاچاقه. بریم. اوه الان بزنیم. آره این بچه‌ها این چرخونه اسمش چرخونه مرگه بیشتر تا چرخونه قند. هر چی سهن بگه نه بیشترین پاس که بعد بریم سراغ سی ام دیگه. برو بریم ببینیم یه چهار تا خوب. الان مزخرف ترین کارت دقت کردی که بهترین کارتا که میاد بدترین چیز تو اونجا میاد، مزخرف ترین کارتا که میاد بهترین چیز توی چرخ و فلک میاد. آره اون یارو که این اصلا یارو رو انتخاب نکن به هر حال. اولا که کره من باش خوب نیست. فکر کنم خیلی ایده سم و دردناکی بوده این ایده که خود حاج آقا بعد یه تغییراتی توی گزینه‌ها ما میدادیم متأسفانه ولی نکردیم. خیلی تعداد گزینه‌های افتضاح بیشتر از گزینه‌های مثبت. نه اون چیزیه که به چشمتون میاد خوبا نمیاد. آره خوبا هست این ولی تو اونجوری فکر کن اونجوری نیست. بریم سی بی. من سی بی رو میزنم. اوه اون کارت مشکیه که میدونی چیه، که اون کارت دیگه چیزه فوتیه. من خدا فوت شده. دوریا کوتاه‌ترینه. همه اسما رو نگاه کن. روبن سمدو چه شبیه دادش سمدو بود. خب الان بزن. من خدا اصلا نمیخواد بازی کنه، به زور آوردن ازش عکس گرفتن. من اصلا کارگرم ساندویچ میفروشه. ببین همش کمترینا میاد. کمترین دریبل قطعا. یه گزینه میداشی بی پدر مادر، کسی که دیگه پدر مادر نداشته بالا سرش بزرگ شده. اینا چیه 50؟ کلا دفاع نداری آقا. به نظر من چیز کنین، ریست بدین 15000 تاشو من میدم پولشو. بریم یه سی ام دیگه. اوف 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 بزنم. یه بنده خدایی میگفتش بیشتی بگیم بیلی آلابا راکیتیش موی آرنولد رنتو سانچز. اون موی راکیتیش کمترین پیس. اون موی ببین باید یه فیفا 18 بودا. من کاری ندارم، خیلی دوست داشتم تو خونه ایش اون زندگی میکنه. موی بیاری راکیتیش داره تو فیفا 18 یه کارت 84 داشت تو تیم هادرسفیلد هم تو مچ میرفتی همه اینا گذاشته بود. قیمتش 20 کا بود، انقدر همه میخواستنش رفته رو 70 کا. ببین دیگه اصلا تو باشه که اسم بچه‌تون رو بزنین موی. موی دیگه حرفی ندارم باشه برای بودون خط بلند کمترین اسکی همش کمترینا میاد. کمترین عارف فرجام نباشه، سی ام هم نباشه، اسکیل دروازه‌بان که مهم نیست، دروازه‌بان نه دیگه برو اصلا توی تعویضیا باشه، چون همه اینایی که همین الان هستن که تعویضیان خودشون. محمد صلاح کمترین چی بود؟ چرا اینو زدی؟ کمترین اسکیل بود، کمترین اسکیل بود. آره چه دروازه‌بان رو نزدی. وای آخه فکر نمی‌کنم تعویضی دیگه اینقدر خفن بده، ولی اوکی. حالا حداقل بیار محمد صلاح، بیار کمترین رو نیاریم ما. ورنر و ساکا. اینجا از یه قانون جدیدی استفاده می‌کنیم به نام قانونی که من نمی‌دونستم، دستم خورد. ورنر و ساکا کدوم بهتره؟ ورنر دیگه که لینک شبه هستن. ورنر بچه‌ها به خود سهند لینکه، یعنی الان یه اینجوری خط از تو تلویزیون میاد میخواد سیخ بسن. خب بچه‌خون نه انتخاب الان من اصلا دیگه فرق نمیکنه به نظر من. دیگه حالم بد شده اصلا. اون چرخونه هر سگ فقط به محمد صلاح برداری. بذار هرچی پشمان بیشترین دفاع. آها خودشه خدا رو شکر با تراوری یکیه ولی. آره به جنب ولی. محمد دیگه بابای مملی. برو بریم دوباره انگلیس شد تیممون فکر کنم. مگه نه دیگه میگه 20 تومن محمد مبارک. بعد اول میچرخونی بعد میزدی. خیلی هم فرق هم یارو خوبه. کی؟ اونی که داره عربده میزنه. برو هرچی میلاد بگه برو. برو هرچی میلاد جام بده. لینک بخواه اون یارو هست برایتونی. 91 پیس فیزیک خیلی خوبه. به نظرم ویدال. خب الان آربی بریم. میگه آربی دان بس. اون ستاره چیه جدید؟ من تا اولین بار میبینم آخری بالایی. ببین بازیکن زیر 80 که اول این فرمشون میگیرن یکی رو ای‌ای انتخاب میکنه که یوی میارتش رو 84. عجب بیشترین پیس خدا رو شکر. اینه در واقع اینجوری که معلمش این چون نمره خوب گرفته بهش یه ستاره داد. بزن نکته جالبی گفتم و پیش من. بله معلمای ای بچه البته این کارو میکنن. وای تیما که اصلا تو یه نگاه بهش نگاه کنی احساس میکنی که وارد یک سوپرمارکتی شدی. بلندترین اسم چیو بزنم؟ رزرو برو به نظر. حالا ببین دیگه رزرو رفت. وای باباش رونالدینیو بیاره که ایاگو آسپاسو. ایاگو آسپاسو بیشترینه 4 تا 5 تا 9 تا. او یار زبالت 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا. او یار زبال 9 تا است. آسپاس چند تا؟ 4 و 5 هم 9. دمبلم که 6 تا است. کیمیچ هم که 7 تا است. چه اونا خیلی پهنده رو به نظر میاد. فرمالات بود. مجبوری همون 86 رو انتخاب کنید. دیگو بهتره دیگه. هنوز چیز هنوز باگه. اون دیگوئه ایاگو. گفتم چیزی اون دیگه رو تو میبینه که چش کوره من نمیبینه. خب الان بعد انتخاب کنیم بریم الویرم بزنیم تموم شه این تیم لجن. بریم یه 7 8 تا دیگه بخونیم. او فقط وسطی به نظر من. ون آن ها واسه ریش سیبیل بیشتر که آماویه دیگه. ببین هر دفعه فقط کوسه میاره یه دونه فقط ریش سیبیله. من اونو دوستانم که قیافهش میگیری آماوی سندم من دنست هرچی سهم بگیر خب چور تا در میاره سهم ترجم اینو میزنم یا والله بازم پژمان رو نیو ایدن هازارد نیمار بهتره؟ اون هازارده خیلی بده این گیم جدی میگی؟ اینجوری میده این چرا؟ اونجوری دویدن بده یعنی؟ لشه بوشه این دکون باز کرده بابا اینو بده بابا نیمار رو بده این در واقع هرچی میلاد بگه شد البته بچه‌ها یعنی سهن دلش با نیمار نیست دلم با حازت بود خب میگه حازت خب بده نه آخه واقعا این میوردش حالت حالت بد میشد آره بهتره که من حازت چلسی رو دوست دارم نه حازت رئال مادرید خب بزن من دیگه حازت نمیخوام یه بار پیمان بیاره من دیگه مندی داره بستنی هرچی به جوانترین مندیه بازم مندیه فکر کنم ماینانه نه بزن آرسنال 92 آردو 88 95 اوه 85 این بی‌ناموس هنوز داره دروازه‌بانی میکنه اوچا همون چیز دروازه‌بانی 85 یعنی یه چقدر 4 سال بزرگتره بهتر از مندیه ولی خب لینک نداری نه تا وقتی که جلو آخه اصلا دفاعمون مشخص نیست تا وقتی که همیشه جلو من بوده که همه رو گرفته خب الان دیگه مهم نیست بزن یعنی باشه این دیگه هرچی پشمان بگه اومدش الان بری الان یه مدت خیلی باگ بود کمترین فیزیک 60 دیگه ببین تعداد کمترینات خداوکیلی بیشتره ببین مشکل اینه سهن اینا رو کنار هم یکی در میون نذاشت نه چرا من شافل کردم بابا با هم اومده رابرتسون کوادرادو وولی کمترین دفاع چرا یه گزینه اونجا نداری لجن‌ترین آدم جهان چرا یه گزینه دیگه نداری حیوان یه مش حیوان ببین آقا بیشترین دریبل مونده بیشترین شور خب بچه‌ها آماده باشین برای اون بازیه از همین الان بهتون میگم این بازی رو نگاه کنین این بازی دیدن داره این بازی لجن خالصه اوه خوبا میاد توی این بدا بیشترین بیگ فوت بیشترین بیگ فوت خوبه؟ اوه پنج دفاع چپ بیگ فوت 5 آقه برای چی باید بیگ فوت دفاع چپ لینک اون سی ام اس بزن بعدی اوه کریم بنزما اومده بده پشمان هرچی بگه کریم بنزما اومده بیا وایسا دیگه رو اون اسکیل بیشتر حداقل شاید اینم 5 که مولره که این چیه خودش اصلا؟ این همون بازیگر لستافاس نیست؟ این پدرو پاسکال البته مندلوریان هم بازی کرده ولی خب رابرت فیمینوه حاج کریم خوبه؟ بهتر از رابرته؟ حاج کریمه دیگه دقیقا ولی دیگه چرخ مرگ نمیشه اینو ما طالب از یه برگه طلایی داشته باشیم به نظر اینجا خبر بدیم برگه طلایی حالا اینو استفاده میکنی بعدی میاره یه دونه خیلی خوبه و بقیه گن راست میگه کریم اونقدرم خوب نیست تو بازی خوبه اگه بتونی باش بازی کنی یه ذره چیز دیگه چقدر بعد بدم بردار بابا بردار از خلمینه تو بردار بره با سشتون دندونم میرم اسپانسر این برگه طلاییمون استفاده نکرد وای اصلا هیچی خوب نمیده قد کوتاه‌ترین ببین معلومه که میلاد این پوله که 11 به دست آورده الان در نیورده آنسو فاتی و این گیلبرت که آنسو رو برداریم بچه اون گومیز رو قشنگ به قیافش آربی خوبم نداریم که داریم معلومه که زنگ گرفته آربی بدون کمیستری داریم آنسو فاتی وای بزن آنسو فاتی هم هست حاجی مثلا ایونت تیم آفت سیزن هم هست تیم آفت سیزن نمیده بهترین اپیزودهای ریپلی میشه به نظرم قد بلندترین کاسمیرو فکر کنم کاسمیرو خیلی بچه خوبیه نه پوگبا هم یه ذره است من یه قدی ندارم 5 و 11 6 و 3 عشق آقا میلاد نه اصلا خوشم نمیاد خب اینا پول حالا یه لینکی سه تا بازیکن دیگه پیرترینم بکنم تریپیره نه این جوونه تریپیره خیلی سن قیافش پیر میخوره بغلیا خیلی پیر میخوره این 8 همسن منه این خیلی پیره که خوب بود. آه این کارتش هم فیوچرست داره. نه بابا ایونت فیوچرست آره در آینده. الان چی شد الان؟ پیرنی چی شد؟ 90 88 در یه برنده داریم هنوزا. آخه الان تیم خیلی افتضاح، دفاع نداریم هیچی. استفاده کنیم برای برندمون رو یا بذاریم برای بعدی دیگه. بذار برای بعدی با سگ بریم، چون این تومیاسا بهتر از اونه. بهتر یه ولی خب یه لینک به پوگبا اینجا چیز چی؟ هرناندز چی؟ هرناندز بهترین دفاع چپ بازیه به جز آیکون. من میگم برگ برندمون استفاده کن. برگ برندرم استفاده کن. برگ منظورش همون کباب برگه. به نظرت این بهتره میداد اسمه؟ آره بین اینا خب آره دیگه. ببین برگ برندمون رو استفاده کن. سوزونه برگ برندمون. یه برگ برنده داریم. الان واقعا یه آیکون نداد سر این آدم. من میدونم آیکون حتی آیکون جزء قانون خودش جزء قانونا هست. ولی به نظر کاش اینجا برگ برنده است. دوباره ایوان سود چهارمین کارت از سمت چه میراندا. خب بله یک نوشابه بچه‌ها همینجا باز می‌کنیم. اوپامکانو چهارمین کارت از سمت چپ برگ برنده استفاده کرد. آخری یه رفت اوه اینا کسایی هستن که همین الان اصلا بازی نمیکنن خودشون دیگه. بازی گذاشتن کنار. یه طارمی ندادن بازیکن ایرانی چون این اومده ما اونجا رو ریست میکنیم. یه کنترل زد بزنه. کنترل زد این اپیزودو بعد پاک کنیم. این اپیزود واقعا بیشترین اوورال الان فقط میتونم دستمو بخارونم تا یه تایمی. حالا برای مربی مربی میاد هرچی پشمان بگه بخواد بچرخونه. هیچ حرفی برای گفتن باستا اینا بچرخونه. داره خود هرچی پشمان بگه بیگموز کارده نگیم کمه ندوید کارت اونای امری فقط بسطی ها رو فقط نگاه کن. خیافه مهربونه شد شمالی این قشنگ جاش از این هست که شلوارش برات در راه میره. آره این سیاه‌پوست هم که تو مثلا چیز بازی کرده. این سیاه‌پوست کارتش خیلی گرونه. بهتره کارتساله. آره چون که میمه نه. آره چون میمه همینجوری به خاطر عکسش گرونترین مربیاست. میم شده به خاطر همین عکسش. چرا؟ عینک خود قیافه میم. خب منم همینو میگم دیگه. بهتره کارتسالم بچه‌ها سریالش از روی این فرقی نمی‌کنه. نه اونای امری رو بردارید. و همچنین فارکرای 6 اگه دیده باشین نه همه اینم بخاطر رد داره ایلومیناتی. خب بهترین تیم این فکر کنم از سری پیش هم حتی افتضاح‌تر شد. این تیم یه امباپه داشت. این تیم از سری پیش یه ریوالدو داره دیگه. نهایتا این نیمار تعویضی بیاریم تو. برو بریم. خب برعکس رفتیم وارد بازی شدیم. تیم حریفو می‌بینیم مسی، امباپه، اسین، کانسلو. فقط گفتی پشما گفتی وارد مچ شدیم از همین در ما خارج میشیم اگه بذاره مثلا بازی نکنیم. ولی جدی اگه 4 تا گل خوری بخوریم لفت بدیم دیگه. لفتش ندیم. لفتش ندیم. بله وارد بازی شدیم. سلام میکنم از تهران به شما دوستان عزیز و ببینید چه بازی. یارو واسه ما بندری میزنه همون اول بازی. بله میلاد میخواد یه دونه لاپایی بهش بزنه نمیتونه. خب مچ امباپه یارو بازی شد. آره فکر میکنم دیگه یارو به نفع گرفته و خودتون میدونین که داور حدود داره. چرا؟ اوه یارو میخواست لاشخوریو به تمام معنا. سند سیادی اون روی سگش بالا میادش. حالا میلاد یونایتد بله پاشو میزنه بخاطر اینکه بازیکنی که دستش داره بازیکن تعطیلیه و یه پاس به حریف میده که اسم حریف HW 912 3 تا و 4 تا فلان و حالا میلاد یونایتد همونطور که می‌بینید یه پاس سنگین وزن میده. حالا صحنه سعیدی ببینین به خاطر غیرتی که خودش داشت می‌خواست پاسو بده به کسی که بهشون پاس خوب داد و می‌خواستش قدر اون پاس رو بدونه وگرنه اینکه بخواد اشتباهی بکنه. اینجا دیگه یارو انقدر براش مهم نیست که اوه یارو لاشخوری میگیره. بله میلا یونایتد کم نمیاره از همون بغل میگیره. اینم بچه‌ها در نظر بگیرین که میلاد و سهن بعد 40 سال دارن با هم دیگه بازی میکنن و این مثلا اینکه دوباره اینا عوض نشده. شوت زدی نه؟ من گفتم تعجب کردم تو سانت فرستادی اونجا. خبر کردم باز دکمه‌اش جابجا. آره ولی سانت خوبی بود به نظر من اگرم حالا سانت میکرد. آره ولی خب قشنگ بود. حالا به هر حال اینجا میلاد میگیره با سهن دیگه با هم فیت میدن و سعی میکنن اونجا یه کباب درست کنن. یا بله تمام امام ها رو این دو بازیکن صدا میکنن، ولی موضوع اینه که به کمک کسی نمیادن. اینجا میلا یونایتد یه پاس تو عمق سنگین وز میده، بله سهن اونجا یه نفر رو میپیچونه، همونطور که دیدید ورنر اینجا یونایتد خودمونه، اینجا یارو باقالی من مثلا و بار میذاره. حالا ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. اینجا برای خودم هم جذاب بود که بله همونطور که ببینید لاشخور رفت از بغل خط توپو برگردون که خیلی هم من یادم رفته اینا برمیگردن. من یه مدتی که با این بچه التیمیت تیم بازی نکردم. کجا برمیگردن؟ از روی خط توپو برمیگردن. انیمیشن نداشت که برگردون. آها انیمیشنش فقط نبود، یعنی برمیگردوندن. انیمیشنش آوردن که اوه خوبم زدی یا رو سب زدی آره و توی دروازه. آفرین به میلاد قهرمان. کی زد؟ میراندا. همینجا سلام میکنیم به نوشابه کوکاکولا که اینجا اسمی ازش برده نمیشه. از اتاق فرمان میگن که در مورد کوکاکولا حرف نزن که ایلومیناتی پشتشه. حالا سند سعیدی یه پاس زیبا میده برای میلاد یونایتد. میلاد یونایتد یه عمقی سنگین و سهند اوه میلاد یونایتد تو پاچه دو نفر همین الان کرد و بله. آفرین به میلاد یونایتد. عجب بندریه. و همچنان بچه‌ها می‌بینین که ورنر یکی از بهترین بازیکن‌هاییه که ورنر که نرفته از چلسی، که از چلسی ما رفته، از چلسی ما هم هستن. کی بود رفته شما؟ ساول ترکیی. جای ساول ترکیی خیلی خالیه بچه‌ها. نه خودش فروخت، لون دیگه قضیه خود فروختگی بودش اون قضیه. حالا سند سعیدی اینجا تلاش میکنه که یه پاس قشنگ بده و میده، ولی داور اونجا به نفع میگیره و یک بشکه از اون مواد غذایی مورد علاقهش میگیره. کیفشو که میگه این تیم دوی جلو بیفته واقعا. آره حالا همینجوری که میبینی چش لیزری که سند سعیدی انداخت و یاتاقانشو نتونست بار بذاره و دعای پدر مادر اینجا نجات میده. مسافر شیر مادر و نان پدر اینجا حلال بودنش ثابت میشه. حالا میلاد به سهند سعیدی یه پاس جذاب میده. ببینیم سهند چیکار میخواد بکنه. آیا میخواد پاس بده یا نه؟ پاسو به سه نفر اونجا دفاع میده. ای کاش خودت میشودیدی سهند سعیدی. اینجا بله اینجا تک‌خوری. بچا غرور اینجا همیشه با امباپه پاره کرد. آره امباپه خیلی جالبه که کاملا چیزو پیچون. ماشاءالله مایگان دروازه‌بان میلان. بله ماشاءالله مایگان. بچه‌ها تو کال آف دیوتی یه عمری رو میگفتن، الان دیگه تو فیفا میگن یا ابرفر. نیمارش هم آورده تو. آره نیمارش آورده تو. چه واسه ما اینجوری میکنه. نیمار ما هم نیمار دادیم، نذار اون روزی بیاد که ما نیمارمون رو بیاریم تو. نیمارش رو میندازه بیرون. اگه 7-8 تا نخوریم نیمار ما هم میاد تو. آره. هیچ وقت میلاد جان خودتو سعی نباز. اینجا از پشت فرمون من میگن که ما چه مسابقه‌ای و کامبک ندادیم. بله موچه. پس اینجا جای موی رو خالی میکنیم ما که بازیکن مورد علاقه موی بود. اینم اسقر صلاح چه جوری زدیم اونجا. اینم اکبر صلاح بودش که خیلی بعید بود که سهند سعیدی همچین شوتی رو بزنه. حتی میبینی که دوستش اینجا توقع نداشت که این کار انجام بشه ولی انجام شد. این معلومه که یه گل مفت میخواد اینجا رقم بخوره، ولی دروازه‌بان واقعیت دفاع نیست که دفاع طویله. هیچکی تو دفاع وای نمیسه. همه اگر هم کسی هم وایساده باشه سهن میکشه جلو، چون اصلا به دفاع اعتقادی نداره. اینجا میبینی که نمیذاره میلاد توپو ببره و سهن میگه توپ باید مال من باشه و این گل از روی غرور انجام میشه. خدای اونجا چرا اونجوری شو اصلا نمیره. آره بله ببینیم که مسی این گل رو زد و اصلا این گل گلیه که من هم دوست نخواهم داشت. پس من این تا یک دقیقه سکوت میکنم فقط به خاطر بچهای اوکراین. اینجا سعی کنیم فشار بیارید بچه‌ها. بابا بله داور اینجا همونطور که میبینی کارت قرمز رو میادش به آفرین دستتو قایم میکنی. داری کجا میزنی؟ چپ یا راست میزنی؟ کلشو نها کن. الان راست داره نگاه میکنه ولی چپ میزنه. من میگم چپ. وسط نمیزنه. وسط چپ چپو نگاه کرد راست و زد واقعا. پس بچه ها اینجا ما یه درسی گرفتیم کوین زد که فکر کنم اصلا نمیشد گرفتیم. آره فقط فقط یک دروازه‌بان داریم که میتونه این توپا رو بگیره. خودتون همه میشناسین اسمش واکاشی زوما بودش که جاشو همینجا خالی میکنیم. از دروازه‌بان‌های خوب تیم ملی ژاپن بودش آقای واکاشی زوما که خیلی وقت جاش خالیه و همچنین در صدا سیما و همچنین در بله آقای نیمار رو اینجا می‌بینیم که از نمای نزدیک داره بهشون نشون میده و سیسه عقابی گرفته به خاطر اینکه 2 تا گل خورده. چشای لیزری رو بعد وقت هیچ وقت فراموش نکنین بچه‌ها. چشای لیزری چیزیه که شما رو میتونه از بین ببره. یه دقیقه گفتی 2 تا جلوی ما. من به شما اختیارش رو داده بودم که اگرم میخواین چشم اندازین به بازی خودتون حتما قبلش از این چشم آبیا داشته باشین. همون نیمار رو بیار دیگه. آره بجز اون ورنر رو بیار. ورنر رو جای نیمار رو بردی. از خرسلا رو ببر. ریوالدو چی؟ ریوالدو خوبه. چرا نمیشه انداخت بیرون؟ راکیتی چرا نمیشه؟ این خیلی کنده. این که اصلا کی هست ببین یارو. همین الان این بنده خدا ثبت نام کرده تو فیفا همینو گذاشتم تو این بازی. حالا اینجا باید خیلی آرامش خودتون رو حفظ کنیم. من سعی میکنم که تو اون مواقعی که میخوان اینا گل بزنن گزارشی نداشته باشم از این بازی، ولی میبینم که هیچ فرقی نمیکنه. چه پینگ 822 داشته باشیم چه 1833 برای این دیگه این فقط مو بلند کرد. این راننده کامیون بوده تازه وارد بازی شده و همونطور که میبینیم موهاشو کوتاه نمیکنه. همچنین سیبیل گذاشته توی آپدیت جدید. اب نداره میلاد جان ببین هیچ وقت تو نبسند اونجوری درازه سن یهو سورپرایز میکنه توپو میده الان توپو به اونا داد ولی دیگه نمیگیره چون خوشش نمیاد از اینکه سورپرایزش دفعه توجه بهش نکردی. خیلی باید دقت کنید بچه‌ها. سورپرایزهای صحنه لحظه‌ایه. سیبیل بچه‌ها نباشه کار خرابه. سیبیل بچه‌ها میگن سیبیل نداریم. در صورتی که هم سیبیل دارن هم ریش دارن. ایشون یه تحریشی داره و من هم تا جایی که میتونم همه چی دارم. حالا ببینیم اینجا باقالیشو میلاد بار میذاره و میبینیم که به در واقع به داور 50000 تومان زیر بالشت داور گذاشته بوده. اینجا یه دونه توپو جلو میندازه به خاطر اینکه بتونه اقدام میکنه و میتونه هم این کارو بکنه. خیلی سمجه. اینجا ببینیم که راننده خاور خودش رو رسونده. به به بوق میزنه. همونطور که میبینیم همین الان بنده خدا از آلان اومده. ایشون ترانزیت هستن، البته راننده ترانزیت هستن. او اینجا خیلی اوضاع خرابه. اینجا همه چی خرابه. هر کیم که میرسه اینو میذاره. حالا اینجا چای شیرین هم میذارن. اینجا رو فقط مخصوص من دارن اجرا میکنن چون میدونن که من هرسم در میاد. پس بچه‌ها با پینگ 82 با فلان اینا روحیتو نباز چون اگه اینجوری بخواد باشه دفاع رو تو سریع هم میکشی جلو. او خیلی سیبی دونه سیبی داریم که کلا نداریم یعنی هست ولی نیست. این بله حتما یادت باشه که این دیالوگ میلاد در بیاری بفرستی برای استاد خیابانی تو دانشگاه بتونه تدریس کنه این سالها. ما اینجا یه دونه سیبی داریم که دیگه نداریم. حالا شما بگو که سیبی داشته به علاوه نداشته خودش میشه مثبت سیبی. این چرخ گردونه هر بچه از اپیزود بعدی ما عوض می‌کنیم. آره گردونه هر اصلا هر می‌ذاریم فقط مثبت‌ها رو می‌ذاریم باشه. وگرنه اگه بخوایم اونجوری باشه یا اصلا همه‌شو منفی کنیم بزنیم حیوان ترین آدم جهان کسی که از نظر ما همه قیافش کریه المنظرتره. خب میریم سراغ بازی دوباره راننده خاور رو می‌بینیم اینجا که امباپه اینجا باقالی بارا می‌ذاره. او بله بس که بازیکن چای شیرین اینا همه معلومه که میخوان افطار بکنن و براشون این چیزها مهم نیست. حالا میبینیم که راننده خاور رو یکم شل کرده و چون میبینیم که پاهای گنده و مقاوم میداره. اینجا ببینیم اگه بشه یه گل بزنه و لگ نخوره. حالا عد همین الان میلاد دیگه خودش بخواد اقدام کنه از گلای مطمئن سهند استفاده میکنه که همون جلوی پاس میدن و سریعا گل میشه. از اصغر صلاح این گل رو میزنه. او اینجا سهم میبینیم که یه دونه پاس یاشسین آذربایجان میده و میتونه دل هوادارهای خودش رو به دست بیاره. حالا یه پاس عمقی سنگین باز ببینیم میتونن بازی رو تا حدی حداقل از آبروریزیش کم بکنن. 6-4 به نظرم باز خیلی بهتر از 6-6 راکی چیز گفتی؟ بله راننده خاور که نمیدونیم اسمش هم چی براش ببینیم مهمی همه رو مالی دو رفت. همه رو مالیده، راننده خواهد انتظار براش مهم نیست. داره اومده جلو، دارن با دروازه‌بان ما شوخی دستی میکنن، اونجا انگول دارن میندازن، همه کار میکنن، بی تربیتن کاملا بازی کنن. اینجا سهن یه دونه تو سری میزنه که نشون بده و میلاد حرکت‌های نمایشی. آره میلاد و سهن اینجا دیگه رو بردن به حرکت‌های نمایشی، دیگه چیزی برای دست دادن ندارن. یه پاس تو و گل نمیشه. همونطور که دیدین میتونست یه گل خوب داشته باشیم ولی این گل از دست رفتش. اینجا میلاد سنگین ترین وزن گل میزنه، با اینکه روی سبز زدش ولی نمیدونم چرا گل نشد. چرا؟ من دیدم که روسا نه اون نوارش همینجوری جمع میشه یهو. آها پس بچه‌ها دیگه ببینید من دفعه قبلی هم همینجوری نگاه کردم، فکر می‌کردم این همه رو داره سبز می‌زنه، نگو که اون فقط داشته جمع می‌شد. اوه 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 اون یارو با جو گومز میزنه، این با کانسلو میزنه، این یارو با راننده خاوره هم الان میزنه برات یه گل دیگه. حالا می‌فهمم من میگم این راننده ترانزیت نه خاور، یعنی از ایناست که مثلا بهش میتونی بگی برات کفش و اینا اورجینال میاره ولی مارکاشو پاره میکنه. هرچی هم میرسه این نمیزن. این ویدیو رو میفرستیم واسه خود یارو. حتی توی 100 تا اپیزود قبل اگه نگاه کرده باشین از فیفا، سهن اینجا برای من توضیح داده که دلیل این چای شیرین چیه، که کاملا از توی بازی بسکتبال اضافه شده به بازی فوتبال. اونجا اول یکی داشته چایی میخورده، این داور اینجا کاملا به نفع گرفتش و یک بشکه از مواد غذایی مورد علاقهش دریافت کردش. همینجا به من الان دارن توی گوشی میگن که وزارت داوری اومد برامون که بگه که آقا چیزی شما به نفع داور درفت اول ما 8-1 باختیم، اینو 7-3 در نظر توی پیش رفته پیش بود. گفتیم که بازیاری به امید گل‌های بیشتر می‌ریم، یه گل بیشتر شد 8-9 8-1 9. بله تیم داوری امباپه رفت تشکر کرد چون دیگه یارو حداقل 3 تا گل زده، توپو می‌خواد با خودش ببره خونه و وارد کنه به اونجایی که میدونید خودتون. اینجا تو این جای منطقه بازی بیشترین بازی انجام شده و اوه خلاص یالا اینجا فرق نمیکنه. ما با 6-3 می‌باختیم. ما بعد واقعا حیف یارو فقط شوت زده، ببین دقت شوتش 54-38 خیلی وزخیت، خیلی وزخیت. ببین ایوارد بهمون چی میده. بله بچا این دپرسی که می‌بینین از این دو نفر آدم بسیار دپرسی جذابیه و سگی‌ترین ریواردی که میدونین دیگه، ریوارد نبردن برای این دو نفر داره انجام میشه. و حالا الان این اولیه که باز میکنیم، چرا من دوباره اون ستاپ اولیو باز کرد نفر یه دونه باز میکنه، حتی بازیکن لونش هم نشون داد. این فقط چیزه، این فقط صدای یه بازیکن آزاد کرده بچه‌ها. چیزه نیکنیم کل باشگاه، اینجوری میری تو بازی گزارش میگه خب مثلا بلید اومد، کانتی اومد، آره گابریل خسوس به به 83 یه دونه لباس باز شده، یه فنا و یه عدد توپ. حالا بعد کویکسلش کنیم. نه ما اندو رو بزن، آردو ما چیزی نمی‌فروشیم، آردو رو بزن، ما چیزی نمی‌فروشیم، بعد بفروشیم بالا. یه بار دیگه آردو بزن. نه اندو آردو نه من میزنم. نه نه بعد به دست میزنه، دسته گزارشگر رو دست بزنه، دسته نیست. بزن بین این و این میخوام یکی رو انتخاب کنم. دست راست چپ راست، چپ انتخاب می‌کنی. الان میدونی که لیزر سحر روشنه، یه دونه ریر داره، این یه دونه ریر رو میکشه بیرون. کرونا بچه ها، کرونا برگشت، این دفعه از کشور مکزیک اومده. یارو میبینی که خیلی اعصابش ناراحته، عصب کرونایی گرفتم من، بیا این بغلی بگیر خودش. کانفرم فقط درخواست کانفرم دارم من اینجا. و با ناراحتی آیتم بعدی رو باز میکنی و تو اون آیتم هم جای سگ گرفته، بازم تو چرک زدی. بله اسپانیا و کریس رونالدو باز نمیشه، این پسرعموی یکی از بچه‌هاست اسمش جرمنه، اسپانیایی. بچه خیلی جالب اسپانیایی باشه اسم جرمن باشه. آره اونم شپرد، یعنی بابات از جرمنی اومده اونجا. 1000 تا کن یه نفر مالده چی شده 1000 تا کن 1000 تا کوین. به به، سند سعیدی حداقل پول گلایی که خورده رو داره برمیگردونه. 1000 تومن 15000 تا دادن، 1000 تاشو برگردوندن. انقدر خوشحالی میکنه. یه پک هم اینجا همینجوری واقع کنیم. پک خفن عزت اصلا. نه چیز این پریویو داره. آه پریویو داره. خب اینم به درد نمیخورد. پک های خفن نمیشه پریویو کرد؟ نه همین یه دونه. ای بابا. بله بچه اینا مثل شارژای ایرانسله، معلوم نیست باز کنی زش دو تومانی باشه. نه نه دست دادن نکنی اینو واک کنی. نه 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 بد میاد. خب باز میلاد یک میلاد داره بلخرجی میکنه. سشی تکی کرد نیجریه کوین ما رو پس میدی. اوه NDD من ایونت تیم آفت سیزن هم هست و کلا اصلا انگار نه تو درفت داد این اصلا این اوه نه چیز کرد. این بازیکن NDD که الان دیدین باز شد اینجوریه که خودش همینو میگه، میگه که NDD ندیده. خب 12000 تاش برگشت. 50000 تا پول پک بچا همینجا بتونم پک خریدن اشتباهه. پک نخرید. اصلا نه با فیفا پوینت نه با کن. هیچی. در هیچ صورت پک نخرید. من فقط چون بازی نمی‌کردم اشکال نداره. ما این پولا رو توی درفت‌ها هدر میدیم و اونجا می‌ریزیم. باز بهتره. واقعا اینا پولاتون رو دور نریزین، بیاین بدیم به ما، ما براتون دور می‌ریزیم اگه خواستین. خب بچا یک درخت دیگه و یک شکست دیگه و یک شکست زیبا. حالا واسه درفت بعدی ما گردونه رو عوض می‌کنیم. درست خوب می‌ذاریم. اسپانسر برنامه همینجا داره اعلام میکنه که من دارم با کمربند میام دارم یه جوری میزنمتون که مثلا سگ بخوابین زمین. مود درخت قفل میکنه. اگه دوست دارید که این اپیزودهای فان رو ادامه بدید براتون تراینات تو لپتاپ تراینات تو چیز میزنیم. تراینات تو وی این چی بود اسمش؟ درفت. تراینات تو درفت. حتما لایک یادتون نره. کانال ما رو اگه اولین باره دارید نگاه میکنید سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید که دوباره درفت رفتیم براتون بیاد. کامنت انگلیسی به به گل گل چوخ کامنت بچا فینگلیسی بذارین. حالا اگه خود انگلیسی رو حال ندارین بنویسین، چون یوتیوب میدونین که خاله بازی زیاد میکنه. الان ما اسمش رو آوردیم میادش بالا سرمون که آهای من فلان اینجوری نیست. ولی خلاصه که دوستتون داریم. اگر از این اپیزودا خواستین تو کامنت ها بنویسین. خدا نگهدارتون باشه. داینتینانه بستنی